باشه تقریبا. خب شما یه مسئله هم در نظر بگیریم، بازار بورس اسفنج نقدینگی نیست. بازار بورس جایی هستش که سرمایه ها را جمع کنه که اینو تبدیل بکنه به سرمایه مولد. اقتصاد ایران رو با اقتصاد اسرائیل که مقایسه بکنید میبینید اقتصاد ایران عمدتاً یک کشوری هستش که اقتصاد تک محصولی داره، ما نفت میفروشیم، کالا وارد میکنیم. اسرائیل از جهت دیگه جزو مهمترین تولید کننده های صنایع با بهره‌وری فناوری بسیار بالا هستش. یعنی خیلی از اون چیزایی که به عنوان فناوری بالا مثلا چت کردن روی اینترنت شما میبینید، اینا همشون از اسرائیل شروع شدن. در نتیجه شرکت های اسرائیلی هم سودآور هستن، هم مدیریت خوبی دارن، هم بهره‌وری خیلی بالایی دارن. خیلی طبیعی هستش که قیمت این شرکت ها بالا باشه در مقایسه با شرکت های ایرانی که همونطوری که دوست ما آقای الفانه مطرح کردن، خیلی مشخص است که این شرکت ها نه بافت مدیریتشون عوض شده، نه بازاراشون گسترش پیدا کرده و نه دسترسی دارن به بازارهای بین المللی. خیلی مشخص است که یه شرکتی که بازیکن عمده ای هست در سطح جهانی مثل شرکت های اسرائیلی، قیمت گذاریش فرق بکنه با شرکت ایرانی که نمیتونه در بازارهای جهانی نفوذ بکنه و نمیتونه هم از بازارهای جهانی بهره‌وریش رو مثل از تکنولوژی های جدید استفاده بکنه تا بهره‌وریش رو بالا ببره. در نتیجه بازار بورس ایران کوچکتر هستش از بازار اسرائیل، هیچ تعجبی نداره. مسئله یک هست اینه که آیا با باز کردن یه سوپاپ اطمینان شما میتونید حجم نقدینگی در گردش توی ایران رو کم بکنید به صورتی که این تورم رو در ایران کم بکنه؟ من بعید میدونم این حرف رو. آقای الفوندی که از بزرگترین معاملات تاریخ بورس مخابرات بود، شرکت مخابرات که 50% سهامش رو شرکت اون کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین کسب کرد. این پروسه در واقع وقتی که میبینیم بخش عمده اشاره کرده به اینکه این شرکت هایی که در دست سپاه هستن یا بخش عمده از سهامشون متعلق به سپاه و شرکت های وابسته به سپاه هست، این چه تأثیری روی بورس گذاشته؟ چه فرآیندی داره اتفاق میفته؟ بله اجازه بدید من از بحث این شرکت های سرمایه گذاری سپاه و بسیج شروع کنم، به خاطر اینکه خب ببینید یک امر کاملا طبیعیه که در هر کشوری حتی در ایالات متحده امکانات خاصی به سربازان داده میشه. در ایران هم همینطور بود و بعد از جنگ هم یک سری مایکرو بانک، یعنی بانک های کوچیک اینا درست کردن، صندوق های قرض الحسنه که قرار بودش که وام بدن به اعضای بسیج و سپاه و خانواده های اونها، یا مثلا نمیدونم مفقودین، شهدا و غیره و غیره. ولی متاسفانه این شرکت ها به جای اینکه اتفاقا به اونها سرویس بدن، سعی بر این کردن که برن توی بازار بورس و سرمایه هنگفتی که از طریق فعالیت های سازندگی نصیب مثلا شرکتی مثل خاتم الانبیاء سپاه پاسداران شد، این سرمایه ها در بانک ها و صندوق های قرض الحسنه سپاه و بسیج اینجا سرمایه گذاری شد و بعد این همون سرمایه ها هستن که مثلا رفتن مخابرات ایران رو 8 میلیارد دلار خریدن، در صورتی که مثلا بودجه سالانه سپاه پاسداران کمتر از 5 میلیارد دلاره. یعنی که فقط به خاطر اینکه ببینید که چه ثروتی در اون دهه اول بعد از جنگ، چه ثروت هنگفتی انباشته شده نزد سپاه و بسیج. و اما مشکل عمده که پیش میادش این نیستش که سپاه یا بسیج یا صندوق های قرض الحسنه در بازار بورس سرمایه‌گذاری میکنن. شما این رو در مثلا آمریکا میبینید، مشکل اساسی اینه که از نفوذ سیاسی و اطلاعاتی و رابطه تنگاتکی که با قدرت در نهادهای قدرت در ایران دارن اون استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن برای اینکه رقبای خودشون رو از صحنه بیرون ببرن. مثلا در مورد خرید همین مخابرات این بودش که یک شرکت خصوصی بود که اتفاقا خیلی هم علاقمند به خرید مخابرات بود، پیشگامان کبیر یزد، منتها 24 ساعت پیش از تجارت در بازار بورس سپاه پاسداران وتو کرد و گفتش که خیر، این یک مسئله استراتژیکه و ما نمیتونیم اجازه بدیم که یک شرکت خصوصی دسترسی پیدا بکنه به یک فناوری تکنولوژیک مثل مخابرات، و به همین دلیل اصولا هیچ رقابتی انجام نگرفت، به خاطر اینکه اون دو شرکت دیگری که مونده بودند
در بازار بورس و اجازه داشتن که این شرکت مخابرات رو بخرن، هر دو مال سپاه پاسداران بودن و متاسفانه از این موارد ما بسیار داریم. پس اصولا پولی هستش که از صندوق دولت واریز میشه به صندوق سپاه پاسداران و بسیج و شرکت ها به قیمت فوق العاده نازلی فروخته میشه. این اثر مهم هستش و بیشتر از اون هم اینکه بنده و شما جرئت نداریم در بازار بورس تهران سرمایه گذاری کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه دسترسی به اطلاعات نداریم، شفافیت لازم وجود نداره و اونهایی که ارتباطات خودشون رو دارن اونها میتونن از اون ارتباطات سوء استفاده کنن. آقای جانپرور، مطالعه عملکرد روز به روز بازار بورس چه اطلاعاتی رو به ما میده؟ وقتی که در واقع این روند رو نگاه میکنیم، بحثایی بسیاری بود اعتقاد میکردن که عددسازی انجام میشه. آقای الفونم یه اشاره در واقع مختصری کردن به این قضیه، نرخ سود رو به طور مصنوعی ظاهرا در مواردی از 12 به 13 افزایش دادن برای جذابیت بیشتر برای سرمایه گذاری. مسئله که هست اینه که ما مدت هاست میدونیم که بازار بورس ایران در حد روزانه دچار مشکل هست. یعنی هم معاملاتی انجام میشه که بر اساس اطلاعاتی هست که برای عموم در دسترس نیست، همین که اجازه ورود به بخش خصوصی داده نمیشه. همونطوری که آقای آلفانه همین الان فرمودن، خیلی از شرکتایی که جذاب هست برای بخش خصوصی شما نمیتونید سهامشو بخرید و چون سهام به صورت عمده دست شرکت‌های سرمایه‌گذاری مثل شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به دولت تلمبار شدن، اگه اجازه بدین این اصطلاحو به کار ببرم، قیمتو میشه به صورت مصنوعی بالا برد بدون اینکه هیچ تغییری در خود کارایی شرکت به وجود اومده باشه. مثالی براتون میزنم، شما فکر بکنید که شما 100 تا سهام دارین، 10 تا سهام رو به بازار عرضه میکنید ولی مثلا 20 نفر میخوان این سهام رو بخرن. همین رقابت این افراد برای اینکه این سهام رو بخرن باعث میشه که قیمت بالا بره، ولی نه سوداوری شرکت بالا رفته، نه اینکه شرکت تکنولوژیش بهتر شده. کاری که شرکت‌های دولتی دارن میکنن اینه که به خاطر اون رانتی که استفاده کردن و وارد شدن، سهام یه سری زیادی از شرکت‌های موجود در بازار رو خریدن، اینا با کنترل عرضه سهام در بازار میتونن قیمت‌ها رو کنترل بکنن. من فکر میکنم عددسازی که شما مسئله شما مطرح میکنید بیشتر به این ترتیب هست. و مسئله دیگه هم همون خرید و فروش سهام بر اساس اطلاعاتی که برای عموم موجود نیست. در بیشتر کشورهای دنیایی همچین کاری غیرقانونی هست. در ایران روی کاغذ این غیرقانونی هست ولی عملا هر روز داره انجام میشه. تحقیقات در موردش انجام شده، چاپ هم شده، هم میدونن. مسئله که هست اینه که آخر هفته که میرسه، یعنی شما از روزانه به هفتگی یا ماهانه که میرسین، بازار بیشتر همخوانی نشون میداد تا اوایل سال جاری با بازار جهانی، یعنی قیمت‌ها کاراتر بودن. ولی اون مثلا الان نقص شده، به صورتی که از ابتدای سال جاری میلادی تا الان اگر نگاه بکنید اون رابطه ای که برای قیمت گذاری ما داشتیم اونم شکسته و به هم ریخته. در نتیجه من فکر میکنم که این مسئله قیمت سازی و عددسازی متاسفانه موجود هست. آقای جانپرور، آیا روشن هست که این 10 میلیارد دلاری که این 10000 میلیارد تومانی که در تگ این 10 یا 11 روز گذشته در واقع از بین رفت و اصطلاحاً دود شد در بازار بورس، از جیب چه کسی رفته؟ ببینید عددها چون مشخص نیستن که چه کسی خریده و چه کسی فروخته، یعنی خریدارای عمده مشخص هستن، میدونیم که چه کسایی بازار رو در دست دارن، ولی خریدارای جز بخش خصوصی یه مقدار اطلاع در موردشون کمتر در دسترس هست. به صورت خیلی خلاصه میتونم براتون بگم که اگر این سهام فروخته شده باشه به بخش خصوصی و بعد قیمت افت کرده باشن، مشخصا انتقال ثروت بوده از بخش خصوصی ایران به شرکت‌های دولتی. ولی بازار بورس ایران متاسفانه این اطلاعات رو به سرعت منتشر نمی‌کنه. یعنی الان که من پلی شما نشستم داریم با هم صحبت می‌کنیم، من متاسفانه در دسترسم نیست که بدونم که این افت قیمت‌ها ثروت از چه گروهی به چه گروه دیگه ای منتقل کرده. ولی با توجه به مسئله به این مسئله اینسایدر تریدینگی که در ایران انجام میشه، من فکر میکنم یه مقدار زیادی ثروت از بخش خصوصی به بخش دولتی منتقل شده، بعدم قیمت ها افتاده پایین و به اصطلاح ثروت
از دست رفته برای بخش خصوصی. مسئله دومی که هست که شما بعد در نظر بگیرین که بازار ایران سیاسی هست و غیبت آقای احمدی نژاد به مدت 11 روز یه بحران خیلی خیلی مهم سیاسی بوده برای دولت ایران و در نتیجه به اقتصاد و بازار بورس هم تأثیر گذاشته. درسته. ما یالفون مسئله کردم به مسئله سیاسی بودن بازار، بی ثباتی اقتصادی، بحث تحریم هست، اینها چه تأثیر گذاشته روی بازار بورس؟ اجازه بدید من خیلی رک نظرم بگم. سپاه پاسداران یکی از مهمترین عاملین و محرکین بی‌ثباتی اقتصادی ایرانه. چرا؟ به خاطر اینکه خود اونها علاقه اتفاقا دارن که ایران تحریم بشه. شما دقت کنید که تمام این شرکت‌های نفتی بین‌المللی که بازار نفت ایران رو ترک کردن یا دیگه مثلا در پارس جنوبی فعالیت خودشون ادامه نمیدن، مثل شرکت‌های ترکیه، مثل حتی بعضی شرکت‌های ژاپنی و غیره، جایگزین این شرکت‌ها چه نهادی شده؟ سپاه پاسداران و خاتم الانبیا. پس حتی پروژه‌هایی رو که می‌دونن که خودشون هم نمیتونن تمام بکنن در اونها مشارکت می‌کنن. در شورای عالی امنیت ملی هم اونطور رأی میدن که یک بحران جدیدی به وجود بیاد و این بحران اتمی ادامه پیدا بکنه که شرکت‌های خارجی رو از ایران فراری بدن و خودشون این پروژه ها رو به دست میگیرن و این سرمایه ملی ایرانه که از بانک مرکزی و درآمد نفت ما منتقل میشه به سپاه پاسداران تا روزی که دیگه پول نفت انشالله نباشه و دیگه این دعوایی هم ادامه پیدا نکنه. ولی متاسفانه این رو واقعا با کمال تاسف خدمتتون عرض میکنم، مسبب این مسائل تصمیم گیری ها و جهت گیری های سپاه پاسداران در شورای عالی امنیت ملیه و اون سیاست های ناجوری که اونجا اتخاذ میکنن. خب اجازه بدید ببینیم آقای بیژن بیداباد کارشناس اقتصادی در ایران وضعیت بورس رو چگونه تحلیل میکنه. گفتگوی کوروش صحتی با بیژن بیداباد. خیز قیمت سهام در شرایط فعلی ناشی از مسائل خاص حبابی شدن قیمت و اصطلاحاً ترکیدن حباب قیمت هست که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی قابل پیش بینی بود، ولی این نوسان قیمت هرچند که هفته گذشته خیلی زیاد بود و قیمت‌های سهام به شدت افت کرد، ولی معذالک همه اینها ناشی از یک سری اشکالات ساختاری در بخش‌های پولی و سرمایه اقتصاد ایران هست که اگر بخوایم به این موضوع اشاره بکنیم باید دو نهاد بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار رو عملاً در ارتباط با این مسئله تحلیل کنیم. به طور کلی بانک مرکزی از وظایف اصلی خودش که مقرر شده در قانون پولی و بانکی کشور عدول کرده و عملاً بعد از تصویب قانون مالیاتی بانکی بدون ربا، بانک مرکزی به دلیل ربوی بودن اوراق قرضه ابزار عملیات بازار باز یا خرید و فروش اوراق قرضه رو در اقتصاد نداشت و نتیجتاً بانک تبدیل شد به ظرف سه دهه گذشته به یک واحد بوروکراتیک و حسابداری و نشر اسکناس و یک سری وظایف نظارتی بر بانک‌ها. این موضوع عملاً باعث شد که بازار سرمایه و عملیات پولی و سیاست‌های پولی در اقتصاد به شدت تضعیف بشه. از طرف دیگه سازمان بورس اوراق بهادار تمام معاملات اوراق بهادار رو منحصر به بورس و فرابورس کرد که هم بورس و هم فرابورس هر دو عملکردهای ضعیفی داره. دکتر فرصت خیلی کوتاهی داریم آقای جان پرور، آیا پتانسیلی در بازار بورس تهران می‌بینید برای آینده با توجه به اینکه بورس نفت و بنزین و اینها هم داره وارد میشه؟ خیلی کوتاه خدمتتون عرض میکنم نه. به نظر من ساختار اقتصادی ایران باید متحول بشه و بخش دولتی یا بخش شبه دولتی مثل سپاه واقعا باید از اقتصاد ایران خارج بشن. تشکر میکنم از شما آقای دکتر محمد رضا جانپرور. متاسفانه فرصت برنامه به پایان رسید. آقای آلفون از شما سپاسگزارم. فرصت کوتاهی داریم، فقط من ایمیل پاسخ در واقع به پرسش برنامه رو بخونم. حامد جواب داده که صرفاً به دلیل اینکه احمدی نژاد نبوده بورس سقوط کرده نمیشه نتیجه گرفت که بورس در واقع ایشون و دار و دستش در سپاه رو کنترل میکردن. در هر جای دنیا نرفتن رئیس دولت سر کارش به هم ریختگی سیاسی منجر میشه و احتمال داره که سهامدارها رو نگران بکنه. این صحبت‌های پاسخ حامد بود به پرسش امروز برنامه. با ما در فیسبوک و وبلاگ برنامه و یوتیوب در تماس باشید. مهمان‌های فردای افق آقای ابوالحسن بنی صدر و آقای مجتبی واحدی هستند. تا فردا و افقی دیگر. تشکر از شما.